سلام دوستان وقتتون به خیر باشه شب. با شبنامه در خدمت شما هستیم در روزهای گذشته گزارش های مختلفی در خصوص ماجرای ترور فرمانده ایرانی در رسانه ها منتشر شده بعضی ها رفتن بازنش کردن چیزهایی رو که در گذشته آمریکایی ها گفتن امروز گذاشتن کنار حقیقت ببینیم که چقدر با آن چیزی که در میدان میبینیم همخوانی داره و مطالبی از این دست رو روی میز گذاشتن دوستان من قبل از اینکه یک گزارش رو در همین خصوص برای شما بخونم از چیزهایی که در رسانه ها منتشر شده میخوام یک نکته رو با شما در میون بذارم و از شما بپرسم درخواستم این است که به نکته که خدمت شما عرض میکنم فکر بکنید یک کشوری در کنار شما آمده به کشور دیگری حمله کرده 20 سال اون کشور رو اشغال کرده جنایت های رو رقم زده تعدادی از مردم اون کشور به خاک و خون کشیده شدن زیر نابود شده و اون کشور اکنون در کشور ویران شده حضور داره نظامی داره نیروهایی رو داره سفارت داره فعالیت داره میکنه اما در اون کشوری که 20 سال مورد حمله قرار گرفته مردم در افکار عمومی نسبت به کشور شما ایران نگاه منفی دارن آمریکا اومده 20 سال به ایران حمله کرده 20 سال به افغانستان حمله کرده تو افکار عمومی دارن تلاش میکنن به شیوه ای از هان رو مدیریت بکنن که اونا نگاهشون به ایران منفی باشه این چیزی که ما ازش صحبت میکنیم فراتر از کار رسانه‌ایه من دارم از جادوی رسانه صحبت میکنم رسانه این روزها شبیه به یک عصا داره عمل میکنه یک جایی عصاهای خودشون رو بر زمین انداختن در دربار فرعون تبدیل شد به مارهایی برای اینکه بیاد اجزاهای موسی رو به چالش بکشه بعدها فهمیدن از تردستی میتونن استفاده بکنن برای اینکه مردم رو استعمار بکنن مردم رو درگیر خودشون بکنن مردم رو با خودشون همراه بکنن رسانه الان داره همون کار انجام میده رسانه همون بازور داره برای ما انجام وقتی شما کشور رو نگاه میکنید که اون کشور در سالهای قبلتر از سوی دشمنان شما بی امان مورد حمله قرار گرفته الان عده اونجا نگاهشون نسبت به شما منفیه خیلی واضح هست که اینجا چیزی فراتر از جادوی رسانه داره اتفاق اینا رو گوشه زنتون داشته باشید لازم بود یک بار با هم دیگه پیرامونی صحبت بکنیم میخوام بریم گزارشی بخونیم گزارشی که سال 2020 کمی بعد از ترور حاج قاسم در رسانه ها منتشر میشه نیویورک تایمز این رو منتشر میکنه فکر میکنم برای دی ماه 98 هست این گزارش رو پال کروگمن اقتصاددان و متفکر آمریکایی نوشته فردی که برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 2008 ه الان این روسا و این سالها وقتی میخوان یک نفری رو وزنش رو برای افکار مطرح بکنن به خصوص اگر کسی باشه که نگاهش نسبت به ایران و مقاومت منفی باشه نگاه میکنم ببینن جایزه ی چیزی در سطح الملل برده یا نه اینم داخل پرانتز بگم چند سال از زرنگ شدن جایزه ها رو به کسای میدن که اینها به شدت تفکرات همسو با جهان غرب داشته باشن فردا روزی طرف گزارشی هم خاص جایی بنویسه یا یادداشت هم خاص بنویسه خب همسو با اونا می اولا دوم من همه جا اعلام میکنم آقا برنده جایزه فلان این را نوشته است حالا یکی از همون برنده ها گزارشی نوشته در باره ترور قاسم سلیمانی تیتر گزارش این هست ترامپ شاخ و شانکش باز هم شکست خورد میخوایم بریم گزارش رو خونی ببینیم که چیا درش مطرح شده و چه نکاتی رو گفته ابتدای گزارش به این اشاره شده گفته که ترور قاسم سلیمانی توسط دولت آمریکا یک خروش ملی را پدید آورده است اما نه برای مردم آمریکا بلکه برای مردم ایران به بیان دیگر این اقدام ترام برای تحقیر کشور دیگر مانند تمام اقدامات دیگرش نتیجه عکس داده است آقا شما رفتی یک نفر رو زدی که اون کشور رو تحقیر بکنی به رهبرانش هم بگی بیاید بشینید پای میز مذاکره ماجرا برعکس شده در عمل ماجرا برعکس شده الان توی عراق و توی ایران توی پایتخت مقاومت عکس دو نفری رو کنار هم میزنن یکیشون عراقی یکی ایرانی چهل سال پیش این دو تا کشور با هم جنگ داشتن صدام بخشی از این جامعه رو آورده و کرده در مقابل ایران این شبیه معجزه است چیزی که داریم ازش صحبت می‌کنیم شبیه معجزه است چه کسانی کمک کردن این معجزه شکل بگیره دشمنان احمق ما دشمنانی که تصور میکردن با زدن فرد میتوانند ایران رو به چالش بکشن ما خیلی وقت است که در حوزه دفاع از تفکرات خودمون از فرد عبور کردیم بله قهرمان هایی داریم که اینها اگر نباشن نبودشون یک زایعه برای ما به حساب میاد یک ضربه اساسی به ما به ولی مسیر متوقف نمیشه شما امروز تو ایران خود بیت رهبری رو هم بزنیم مسیر متوقف نمیشه چون ایرانی ها یاد گرفتن بازی رو چجوری باید جلو ببرن ادامه گزارش خونه میگه تو یه کاری کردی که ملت با هم همبسته بشن اما نه در آمریکا بلکه در ایران ترامپ بر این باور است که دولت خارجی را می توان با شاخ و شانه کشیدن یا اعراب به راحتی به زانو در اما این سیاست به وضوح غلط است چرا که هر بار نه تنها دولت های مورد خش را ضعیف تر نمی کند بلکه آنها را قوی تر نیز می کند ترامپ در قبال کره شمالی کانادا و چین نیز دچار چنین اشتباهی شد در خصوص چین ترامپ وارد جنگ تجاری شد اما در انتها شاهد رشد اقتصادی و تمسخر بیش از حد ترامپ بودیم یا شما هر کجا که رفتی این داستان رو انجام دادی سعی کردی باشون دشمنی بکنی اونها فهمیدن که باید هوشیارانه تر بازی بکنن یه در قبال ایران هم این ماجرا رخ داد دوستان یه سوال ازتون پرسم شما فرض بگیرید که چند سال هست باز ضربات متعدد به کشورهای مختلف سعی کردی باشون مقابله کن اونها رو به چالش بکشی الان به خودت اومدی میبینی که یک اتفاق دیگه داره رخ رو میده و اون اتفاق این هست که اینها دارن قدرتمندتر میشن تو باز نیاز داری بهشون ضربه بزنی ولی اون داره قویتر میشه راهکار چیه راهکار چی هست که تو بتونی ضرباتی رو بزنی که اونها قدرتمند نشن راهکار این هست که بتونی بری پشت عده قایم بشی که اونها خودی به نظر برسن زمانی که این کاری کردی تو ضربات رو از طریق افرادی به اونها وارد میکنی حرفت رو از زبون افرادی در بین اونها میزنی که اونها از جنس همون جامعه به حساب میان فارسی زبان به حساب میان و تو به واسطه آنها میروی اون جامعه رو به چالش میکشی یعنی در حمایت از اونها وارد میشی واضح هست نکاتی که دارم توضیح میدم این نوعی از نیابتی بازی کردنه یعنی از نیابتی یک فرد تر دیگه خیلی بیش از بری پشت یک گروهی قایم که قابل رصد نباشی یا نتونن تو رو ردت رو به اون گروه در نظر بگیرن اینا مطمئن باشید بازی خودشان را این شکلی تر خواهند کرد چرا چون دیگه داره میفهمه این نتیجه نمیده تو هر کاری که انجام میدی اینها متعهدتر دارن میشن ادامه گزارش رو میگه از خودتان بپرسید اگر یک قدرت خارجی با ادعای اینکه دستهای دیکشنی به خون صدها هزار عراقی آلوده است او را ترور میکرد آیا آمریکا عکس عملی نشان میداد یا نه واکنش آمریکا چی بود آیا خشمگین میشدن میگفتن مثلا این یه که رفته اونجا عملیات کرده از دستش خشم رو به خاطر عملیاتی که کرده ترور کرده؟ یا نه دستش عصبانی میشدن میگفتن چرا این قدرت خارجی روی ما همش کار کرده باز من یک سوال رو میخوام از شما دوستان خودم بپرسم اگر ماجرا انقدر واضحه اگر هر کدوم از ما داریم فضا رو بررسی میکنیم و داریم فضا رو رصد میکنیم در نهایت به این نکته میرسیم که ترور قاسم سلیمانی یک اشتباه حماقتبار و بزرگ بوده است این نکته جدی وجود داره چرا این کار انجام دادن این تصمیم یک تصمیم آمریکایی بوده یا کسان دیگری تصمیم رو گرفتن آمریکا اجراش کرد دیدن احمقتر از اینا پیدا نمیشه دارن اینا اجراش کردن دومیه همونطور که شب گذشته خدمت شما عرض کردم دومیه ولی نمیشه که شما هر گزارشی میخونید داره اینو زیر سوال میبره طرف جایزه سال نوبل برده جایزه هم چی چی نوبل برده داره اینو زیر سوال میبره این چطور این کردی حماقت بوده ولی این حماقت انجام شده است در یک جای از طریق انجام شده بریم ادامه شو میگه باید پذیرفت که آمریکا برای چند دهه نقش کلیدی در جهان ایفا کرد. همواره مدافع قانون و حقوق بود و گاهی در تغییر رژیم فرامرزی موثر واقع می شد. البته بخشی از این نقش ویژه آمریکا بر دوش اقتصاد برتر و قدرت نظامی آمریکا بود. ما در نهادهای بین المللی مانند ناتو یا سازمان تجارت جهانی بازیگر برجسته بودیم اما متاسفانه ترام توجه نمی کند که در همه این موارد آمریکا فقط نقش اول را در میان بازیگران هم ارزش ضمن اینکه امروز برتری اقتصادی آمریکا نیز در سایه چین دیگر مساق ندارد در ادامه یک نکته میگه که خیلی جالب میگه آمریکا به عنوان یک هژمونی جهانی همواره در مسیر حق نبود و اقدامات بسیاری انجام داد اما به خاطر نقش برجستش در قانون خواهی تا اندازه مورد اعتماد بود اما ترام تمام این سرمایه را به باد داد و امروز آمریکا یک قلدر خودخواه بزرگ است که فقط توهم شکوه دارد و به اندازه که خودش فکر می کند قوی نیست من دو سه تا نکته باید خدمت شما یادآوری بکنم اینا داشتن یک بازی خیلی هوشمندانه علیه ما پیش می بردن. ما در حال بریده شدن سرمون با پنبه بودیم حواسمون به این داستان نبود دیگه رسما به این جنبندگی بودیم که آقا دموکراتا تو آمریکا بیان روی کار این حرفا تو ایران زده می این حرفا که تو ایران بیان روی کار ما بریم کارو با ببندیم همین الان تو ایران بعضی تو سرشون میزنن میان که آقا این دولت رئیسی اگر نبود یه دولت غرب‌گرا کارو با آقای بایدن بسته بود دروغ هم نمیگن اگر یک دولت غرب‌گرا روی کار بود احتمالاً تو الان مذاکره تو بنجیر رسونده بود همه روزنامه‌هاشون هم تیتر زده بودن که مثلا امضای بایدن تضمین است بعد یه سال دیگه به خودمون میمدیم اولا میدیم می به تعهداتش چش عمل نکرده بعد میدیم می یه دولت جمهوری خواهی اومده اون کلا همه چی ورز زیر سال دیگه تعهدی نداره پس این حرف حرف درستیه این چگونه شکل گرفت در ذهن ما زمانی شکل گرفت که ما به خودمون اومدیم دیدیم که آمریکا رو دیگه اون آمریکای جنایتکار شرور نمیبینیم بله در کنار گوش شما در افغانستان پهبادش موشک شلیک میکنه افغانستانی ها عروسیشون عزا میشه در رسانه طور دیگری داره خودش رو روایت میکنه فارسی زبان هم پایکار آورده اونا هم دارن کمکش میکنن طور دیگری روایت بشه همه چیز هوشمندانه داره تا اینجا کار به نظر میرسه ترامپ با کاری که انجام داد همه ی ورق رو برای اینها بگرد سیاست گذاری اینها رو به طور کامل به حاشیه برد کاری کرد که دیگر کسی نتونه با خیال راحت از یک آمریکای خوب صحبت بکنه چطور ممکن یکی همچین گندی زده باشه همچین حماقتی کرده باشه تصمیم او یک تصمیم از سوی آمریکا بوده نقش آمریکا رو نمیخوایم زیر سوال ببریم آمریکا در این جنایت نقش داشته یا عده دیگر دیگری به این جنبندی رسیدن این کار باید صورت بگیره مسئله ترور قاسم سلیمانی را بیشتر از اینکه یک اقدام سیاسی ببینیم چون هیچ توجیهی نداره نه به لحاظ بین نه به لحاظ قانونی هیچ کس در هیچ کجای دنیا در هیچ محکمه ای این کار اینها رو اقلانی نمیدونه چنین کاری با این حجم از حماقت که در رسانه همه چهرهاشون بش اعتراف میکنن که کاری شکست خورده است بیشتر از اینکه یک اقدام سیاسی باشه یقین بدونید که یک نگاه ایدئولوژی که متعصبانه مذهبی آخر و زمانی پشتش بوده یک نگاهی که بر این باوره اتفاقاتی باید در این منطقه بیفته که اون اتفاقات با وجود انسانهایی مثل قاسم سلیمانی و با وجود ایرانی که میخواهد ایالات متحده مقاومت رقم بزند محقق نخواهد شد در روزهایی هستیم که سالگرد شهادت سردار قهرمان ایرانی هست این ایام رو یک بار با سه سال پیش مقایسه بکنید در پایتخت ایران چه خبره در پایتخت عراق چه, چه خبره در بیروت چه خبره در دمشق چه خبره در پایتختی که که اوضاع مقاومت هستن چه خبره شما بنرهای قاسم سلیمانی رو میبینید که داره نصب میشه در جاهای مختلف به عنوان یک قهرمانی که ایستاد در تقابل با استکبار جنگید و شهید شد داستان او اگر به شهادت ختم نمیشد شاید کسی با قطیت امروز نمیتونست بگه که قاسم سلیمانی خودش رو با همه توان هزینه کرد برای تقابل با استکبار ممکن بود فردا یک نفری پیدا بشه بگه که خب درست آدم نترسی بود آدم سلشتی بود ولی خب بچه های مردم جلو میرفتن دیگه این که جلو نمیره حالا باید میومد اسات میکرد که با این فیلم های حضور خودش خطو که گرفتن قاسم سلیمانی اونجا بوده همزمان داشته ایفای نقش میکرده افکار اون شاید اینو خیلی نتونه متوجهش بشه درسته اگر او به شهادت نمی رسید، این انگار شکل نمی گرفت حماقت کردن او را به شهادت رسوندن و بعد از سه سال امروز وقتی شما صحبت میکنی نگاه میکنی اونی که کسی خجالت زده نیست از اینکه قهرمانش رو با افتخار عکساش رو همه جا بنر کردن همه جا دارن پیرامون او صحبت میکنن و بر این باورن که او صرفا یک قهرمان نبود شهادت او و پایان زندگی او با شهادت اثبات کرد که او از خودگذشته هم هست اگر لازم باشه از خودگذشتگی هم بلده برای ملت خودش و برای هدف خودش انجام و اون چیزی هست که باید ازش الگو گرفت امروزی که دشمنان ما به شکست اعتراف میکنن باید ازش الگو گرفت و باید تلاش کرد که این تفکر این مدل و این شکل رفتار در بین ملت های منطقه ریشه دار بشه خودمون و دیگران هم فقط حالا دیگران نه از خودمان شروع بشه خودمون بفهمیم که میتوان و میشود این شکلی زندگی کرد و فدای وطن شد و به دیگران هم بفهمانیم که میتوان و میشود این شکلی زندگی کرد فدای وطن شد و در راستای یک هدف مقدس و محترم مشترک برای ملت‌های منطقه استکبار را به شکست کشان من طولانی ترش نمی نمی‌کنم فکر می‌کنم که تا همینجا کافی باشه اگر شما نکتهی داشتین اگر بحثی داشتین حتما در قالب پیام برای من بفرستین دوستان عزیز یک درخواست از همه دوستان خودم دارم و اون درخواست این است که همه جور حد اکثری حتما از ما حمایت داشته باشیم اگر میتونید با لایک کردن مطالب با دیدن مطالب با کامنت گذاشتن با اطلاع دادن به دیگران کمک بکنید که این برنامه دیده بشه و کمک بکنید که دوستان دیگری هم حتما به جمع ما اضافه بشون و بتوانیم مفصلتر ویژهتر بحثهای خودمون رو به اشتراک بگذاریم دو تا نکته مهم وجود داره نکته اول این که این روزها یک مستند رو داریم در کانال تلگرامی خودمون نش یک مستند صوتی هست بسیار مهمه پیشنهاد میکنم حتما این مستند رو ببینید و کمک بکنید که دیده بشه البته بگم بشنوید و کمک بکنید که شنیده بشه و نکته دوم بخشی از مطالبی که خدمت شما عرض میکنیم و پیرامون صحبت میکنیم در کانال تلگرام جزئیاتش هست یعنی یه جایی من در یوتیوب یا آپارات میگم که آقا فلان برنامه فلان موضوع فلان چیزی که بهش اشاره کردیم یا به یک نکته اشاره میکنم میگم فلان جایی حرف زده شده اینا در کانال تلگرام هست اگر دنبال کننده کانال تلگرام ما نیستین حتما این کانال رو دنبال بکنید و در جریان باشید که نکات مهم خودمان را آنجا با شما به اشتراک خواهیم گذاشت نکته دیگه ندارم اگر نکته بود حتما در قالب بیان برای بفرستین خیلی مخلصم خیلی ارادت دارم وقتتون بخیر